سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. تو این قسمت قراره با هم دیگه بریم سراغ تابع یک به یک و تابع معکوس که میتونم به جرأت بگم ما هیچ نکته‌ای توی کنکور و هیچ مطلبی توی کنکور در فصل تابع مهمتر از تابع معکوس نداریم. پس این کلاس قراره براتون خیلی 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 مهم باشه. ابتدای داستان تابع یک به یک. تابع یک به یک در کتاب دهم و یازدهم پیمانه‌ای کانون در صفحه 135 و 136 قرار داره. تست های 861 تا 879 قراره که بررسی بشه. چیه حکایت تابع یک به یک؟ اول برگردیم به گذشته، یه سوالی حل کنیم از ریاضی دهم. سوال چی میگه؟ به ازای کدام مقدار بی این رابطه یک تابع است. قبل از اینکه اصلا در رابطه با یک به یک صحبت کنیم، داستان تابع بودن چی بود؟ شرط تابع چی بود؟ میگفتیم توی تابع هر ایکس فقط و فقط باید یک ایگرگ داشته باشه. ایکس نمیتونه دوتا ایگرگ داشته باشه. من نمیتونم ایکس یک داشته باشم به همراه ایگرگ پنج و ایگرگ هفت مثلا. هم چیز غیر ممکنه. اگر که تکراری بخواد باشه اشکالی نداره، مثلا من میتونم داشته باشم یک با پنج، دوباره داشته باشم یک با پنج، این هیچ اشکالی نداره. اما یک ایکس دو تا ایگرگ متفاوت نمیتونه داشته باشه. خب با توجه به این داستان که در ریاضی دهم ما بررسی کرده بودیم، داستان این تست چی میشه؟ گفته ایکس یک ایگرگ باشه سه، ایکس یک ایگرگ باشه بی به توان دو منهای یک. حتما وقتی که x برابر با 1 بوده برای هر دوتا، y ها هم باید با هم برابر باشن. پس b به توان 2 منهای 1 حتما باید برابر باشه با 3. یعنی از اینجا b به توان 2 برابر با 4 خواهد بود که b من برابر با 2 و منهای 2 می شود. مقدار b یا 2 یا منهای 2. گزینه هامون رو نگاه کنیم. مثبت منفی دو داریم، مثبت دو هست، منهای دو هست، در ضمن هیچ مقدار هم وجود داره. اگر به جای بی بیام دو در نظر بگیرم، اینجا اگه بذارم دو، اون وقت می شود دو و شیش، یه زوج مرتب هم دارم دو و چار. آقا هم چیزی که نمیشه، ایکس دو نمیتونه هم ایگرگ چار داشته باشه و هم ایگرگ شیش. یعنی ایکس دو شما قابل قبول نیستی دوست من. اگر منهای دو جایگزین کنم چطور؟ اگه به جای بی بیام منهای دو بذارم، اون وقت هیچ ایکس منهای دوی ندارم، یعنی منهای دو تایید است و براش مشکلی هم وجود نداره. پس چی شد؟ شرط تابع این بود که یک ایکس فقط و فقط باید یک ایگرگ داشته باشه، دوتا یا بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالا بازی یک به یک چی میگه؟ میگه آقا یک به یک، وقتی شما میگی یک به یک یعنی تابع یک به یک داری میگی. پس اولا هر ایکس فقط و فقط باید یک ایگرگ داشته باشه و ثانیا هر ایگرگ هم فقط و فقط باید یک ایکس داشته باشه. یه بار دیگه، هر ایکس فقط یک ایگرگ، هر ایگرگ هم فقط یک ایکس. هیچ کدومشون نمیتونن از حدود خودشون تجاوز کنن و بیشتر از یک مقدار داشته باشن. قسمت F رو نگاه کنم. اول شرط تابع رو بررسی کنم. گفته یک با چهار، دو با هفت، شیش با نه، پنج با دوازده. هیچ ایکسی رو نمیتونم پیدا کنم که دو تا ایگرگ داشته باشه. حالا ایگرگا رو بررسی کنم. گفته دوازده با پنج، نه با شیش، هفت با دو، چهار هم با یک. آقا شما تاییدی، شما تابع یک به یک هستی، به این دلیل که یک ایکس دو تا ایگرگ نداره، یک ایگرگ هم دو تا ایکس نداره. قسمت ج چطور؟ اول شرط تابع، دو با سه، چهار با نه، هفت با منهای یک، پنج با نه. هیچ ایکسی رو نمیتونم پیدا کنم که دو تا ایگرگ داشته باشه. حالا شرط ایگرگ رو بررسی کنیم. اوه شرط ایگرگ داستان درست شد، چون من اینجا ایگرگ 9 دارم که براش دو تا مقدار ایکس موجود هست و همچین چیزی طبق شرط یک به یک قابل قبول نخواهد بود. تا به یک به یک هر ایگرگ فقط باید یه دونه ایکس داشته باشه. پس دوست من شما نمیتونی جواب باشی، پس ج یک به یک نیست، در حالی که اف یک به یکه. اگر تابع f منهای 2 2 m 3 منهای 1 3 2 a و a 1 به 1 باشد، شما بفرمایید که a و m چی میشه. اول برم سراغ شرط x. x ها رو بررسی کنم، هر x فقط باید یه y داشته باشه. 2 و 2 m و 3 منهای 1 و 3 2 m و 3. الان x مشترکی دارم، اینجا x 2 بوده، اینجا x m بوده، اینجا x منهای 1 بوده، اینجا x 2 a بوده. هیچ مشکلی وجود نداره. شرط 1 به 1 چی میگه؟ حالا ایگرگ ها اینجا هست دو آ، اینجا هست سه و اینجا هم هست سه.
چون ایگرگ هر دو تاشون بوده 3، پس ایکس هاشون باید با هم دیگه برابر باشه، یعنی عملا ام باید برابر باشه با منهای 1، به این دلیل که ایگرگ ها برابر ایکس ها باید برابر باشه. حالا اگه من بیام به جای ام منهای 1 جایگزین کنم، اینجا میشود منهای 2. چقدر جالب شد، منهای 2 و آ، این ورا ماجرا منهای 2 و 2، چون ایکس ها عین هم دیگه هستن، ایگرگ ها هم باید عین هم باشن، پس آ محکوم به این که برابر بشه با 2. مقدار ام شد منهای 1 و آ هم شد که برابر با 2. تست بزنیم از آزمون‌های قلمچی سال 96. گفته اگر این عبارت زیبای F 1:1 باشه، بفرمایید که حاصل این عبارت برابر با چه خواهد بود. ببین X منهای 1 و X منهای 1، پس Y هاشون باید با هم برابر باشه. 4M حتما باید برابر با 4 باشه، پس از اینجا مقدار M برابر با 1 میشه. خب M برابر 1 که مشخص، کاری بهش نداریم. ادامه داستان چی میتونم بنویسم؟ اگر ام برابر با 1 باشه، اون وقت 1 به علاوه 1 میشود 2. چه جالب، اینجا هم 2 دارم، به ازای 2 این 3، اینجا n منهای 1، پس n منهای 1 هم باید برابر باشه با 3، یعنی مقدار n من برابر خواهد بود با 4. مقدار n برابر شد با 4، 4 به علاوه 2 میشود 6. خب اینجا هم که 6 دارم، پس مقدار پی و مقدار 5 هم باید با هم دیگه برابر باشه. پی هم برابره با 5. طراح گفته اینا رو با هم دیگه جمع کن، یه 5 تا و یه 4 تا و یه 1 که جمع برابر خواهد بود با 10. پس شرط تابع 1:1 رو فقط براش نوشتم تا بتونم مقادیر مجهولم رو حساب کنم. سوال بعدی چی میگه؟ تست خارج سال 95. الان ما بررسی کردیم توی زوج مرتب ها، توی زوج مرتب بهت گفتم هر ایکس فقط یک ایگرگ و هر ایگرگ فقط یک ایکس باید داشته باشه، برای اینکه اون عبارتی که طراح به من میده حتما 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 1:1 باشد. حالا تو این سوال گفته تابع با ضابطه قدر مطلق ایکس به توان 3 با دامنه آر چی میشه؟ اگر به من معادله داد چی؟ توی معادله ها باید چیکار کنم؟ ببین در حالت کلی میخوام یه نکته بهت بگم، خیلی استثناءات برای این وجود داره، ولی در حالت کلی تمامی توابعی که دارای ایکس به توان زوج باشن یا قدر مطلق داشته باشن یا جزء صحیح داشته باشن و یا مثلثاتی باشن 1:1 نیستن، و اگر 1:1 نباشد اون وقت معکوس پذیر هم نیست. معکوس پذیر، تا الان فرض کن که من اینجا نوشتم معکوس پذیر نیست، پس اگر یه تابع بخواد 1:1 باشه باید توان زوج و قدر مطلق و جزء صحیح و مثلثات نداشته باشه. این در حالت کلیه، میتونه حالا دامنه تابع محدود بشه تحت حالتهای خاصی، توان 2 باشه 1:1 بشه، قدر مطلق باشه 1:1 بشه، ولی در حالت کلی اگر این 4 تا توی یک سوالی وجود داشت اون وقت میگیم 1:1 نیست. اگر 1:1 نباشه معکوس پذیر هم نیست، یا اصطلاحاً وارون پذیر هم نیست. دقت کن، پس شرط معکوس پذیری یا شرط وارون پذیر بودن اینه که حتما عبارت شما 1:1 باشه. اگر 1:1 نبود معکوس پذیر، وارون پذیر نمیتونه باشه. حالا سوال رو نگاه کنیم. سوال من یه قدر مطلق خیلی خوشگل هست، همین الان بهت گفتم قدر مطلقا در حالت کلی 1:1 نیستن، اگر که 1:1 نباشه پس معکوس پذیر هم نیست، یعنی وارون پذیر هم نیست. جواب میشه گزینه 3. آب خوردن تست کی بوده؟ سراسری سال 95. باورت میشه که سراسری سال 95 سال حفظی واسه شما بیاد؟ یه سوال خیلی آسون، حالا اسمشو نذاریم حفظی، اسمشو بذاریم مفهومی، ولی یه سوال خیلی آسون، شما با یه دانش ساده در پایه 11 میتونستی تست سراسری سال 95 رو حل کنی. یه بار دیگه مرور کنیم: توان زوج، قدر مطلق، جزء صحیح و مثلثات عواملی هستند که در حالت کلی باعث میشن تابع من 1:1 نباشد، و اگر تابع 1:1 نباشه عملا معکوس پذیر و یا به روایت زیباتر وارون پذیر هم نخواهد بود.
سوال بعدی سراسری سال 97 یعنی جدیدترین ورژن حال حاضر بازار کنکور چی گفته؟ کدام یک از تابع‌های زیر یک به یک است؟ قبل از این اصلا این سوال شروع کنم به توضیح دادن، جالبه بهت بگم که این سوال برای رشته‌های ریاضی طرح شده، یعنی حتی واسه رشته تجربی هم نبوده. گفتم بچه‌های تجربی ما سوال برای شما ذره زیادی سخته، ما برای ریاضی‌ها داریم طرح می‌کنیم، بریم بررسی کنیم با هم دیگه. گفتم توان زوج قدر مطلق جزء سایه مثلثات نباید داشته باشیم. گزینه شماره 4 که توان زوج داره بازی میره بیرون. گزینه شماره 3 اگر من بیام اینجا یه مخرج مشترک x بگیرم میشه بعد 2x2 به علاوه 1، خب اینم که بازی میره بیرون، دوباره اینم توان زوج داره. گزینه 3 و 4 که خارج شدن، یا گزینه اول درسته یا گزینه دوم درسته. بچه شما توی پایه بعدی بحث هموار سودی و هموار نزولی اینجور داستانا رو میخونین، اما فقط فعلا در این حد بدونی که برای توابع مختلفی که به شما میده من نمیتونم حذفش کنم، قدر مطلق و جزء سایه مثلث اینا نداره که بتونم حذف کنم. نکته ای که برای یک به یک بودم باید بدونی اینه، تابع شما باید در دامنه خودش همواره سعودی باشه یا همواره نزولی باشه که بتونه یک به یک بشه. نمیتونه بره بالا دوباره بیاد پایین، چون اگه بره بالا دوباره بیاد پایین که دیگه یک به یک نمیشه، یعنی به ازای ایکس دو تا ایگرگ داره به شما به ازای ایگرگ داره دو تا ایکس تحویل میده، نمیتونه یک به یک باشه. در نتیجه توی اون توابعی که خارج از اون چهار تا نکته ای هست که بهتون گفتم باید همواره سودی باشه و همواره نزولی. تو میگی آقا من که همواره سودی همواره نزولی نخوندم، اینو چه جوری حل کنم؟ اصلا کاری نداره. چرا؟ تابع اولی بچه ها هر دوتا علامت پشت عبارت مثبت بوده، یعنی شما موقعی که شروع کنی ایکساتو زیاد کردن نمودار شما داره میره بالا، چون هر دوتاشو مثبتن. اما گزینه دوم ایکس شما مثبته اما رادیکال منفیه، یعنی چی؟ یعنی نمیتونه همواره مثبت باشه، یه مقداری قرار منفی هم داشته باشه، به این علت که اون رادیکال برای شما دردسر درست میکنه. پس در نتیجه گزینه دو شما نمیتونی همواره مثبت باشی، جواب میشه گزینه یک. دقت کن که اینو تازه قراره در سال 12 شما بخونید، اما میگم اصلا نیازی به اون نداری، فقط با این دانشی که بهت گفتم با توجه به اون 4 اصل اساسی گزینه 3 و 4 رفت بیرون، بین گزینه 1 و گزینه 2 تابع باید همواره سودی باشه. من همواره سودی نزولی نخوندم هنوز، ولی اینو با توجه به قیافش میتونم بفهمم که وقتی هر دو تا ضریب من مثبت هست قرار شکل من بره رو به سمت بالا، پس عملا هیچ پایین رفتی نداره، همواره سودی. جواب صحیح برابر میشه با گزینه 1 تست سراسری سال 97. و اما تابع معکوس، مهمترین اساسی ترین مبحث در فصل تابع میشه تابع معکوس. اگه طراح کنکور فقط و فقط بخواد برای شما یک تست انتخاب کنه فصل تابع، اصلا شک نکن که تابع معکوس رو انتخاب میکنه. نداشتیم سالی که در کنکور تست فصل تابع باشد ولی خبری از تابع معکوس نباشه. هر سال تابع معکوس تو کنکور تست داره، بی نهایت مهمه، به درزم شما در پایه 11 میخونید. پس یه تست خیلی اساسی، گاهم مشاهده شده دو تا تست توی کنکور اومده از همین تابع معکوسی که الان قراره با هم دیگه بررسی کنیم. تابع معکوس در صفحه 138 و 139 کتاب آبی شما قرار داره، عملاً تست های 881 تا 890 قراره با توجه به درسی که من میخوام به شما بگم پوشش داده بشه. در حالت کلی هدف تابع معکوس چیه؟ بیام به یه بیان دیگه ای بهت بگم متفاوت از اون چیزایی که تا حالا فهمیدیم. وقتی طراح بهت میگه تابع معکوس عبارت زیر را محاسبه کن، یعنی x رو براش محاسبه کن، بگو x برابر با چی میشه. وقتی x رو به دست آوردی عملا تابع معکوس رو به دست آوردی. سوالمون چی باشه؟ طراح بگه y برابر است با 5x به علاوه 2 به روی 3x و علاوه 4. میگه محبت کن و توی این سوال بگو تابع معکوس برابر با چی میشه. وقتی میخوام تابع معکوس حساب کنم قرار شد چی رو به دست بیارم؟ x رو به دست بیارم. خب برای به دست آوردن x در یک تابع کسری زیبا خواهد بود اگر در قسمت اول یه مخرج یک به این دوست عزیز بدم و برم سراغ بازی طرف این وسطه. طرف این وسطه این کنم 3x و علاوه 4 میخواد در y ضرب بشه، میشود 3 تا x y به علاوه 4 تا y برابر است با 5x به علاوه 2 هم که قراره در 1 ضرب بشه، یعنی 5x به علاوه 2.
حالا چون قراره ایکس رو به دست بیارم، ایکس ها برن یه سمت و غیر ایکس ها در سمت دیگه باشن. پس 5 ایکس زیبا رو بردارم بیارم سمت چپ، 4 ایگرگ رو بردارم ببرم سمت راست. چی میشه عبارت من؟ 3 ایکس ایگرگ منهای 5 ایکس برابر است با 2 منهای 4 تا ایگرگ. میخوام ایکس به دست بیارم، اینجا میتونم از یه ایکس فاکتور بگیرم، 3 ایگرگ منهای 5 برابر شد با 2 منهای 4 تا ایگرگ، پس ایگرگ برابر، پس ایکس برابر است با طرف معلوم یعنی 2 منهای 4 ایگرگ به روی ضریب مجهول یعنی 3 ایگرگ منهای 5. من موفق شدم ایکس رو به دست بیارم، یعنی تونستم بفهمم که تابع معکوس من برابر با چی میشه. اینجوری عرف هست که معمولا طراحا میان به جای ایکس می نویسن اف به توان منفی 1 ایکس یعنی تابع معکوس، یا می نویسن ایگرگ به توان منفی 1 یعنی تابع معکوس، و بعد به جای حرف ایگرگ از ایکس استفاده میکنن، چون ما دوست داریم همیشه عبارتمون بر حسب ایکس باشه. پس بنویسم 2 منهای 4 تا ایکس به روی 3 تا x منهای 5. تمام شد، این شد تابع معکوس. چی شد بازی پس؟ فقط و فقط کافیه x رو به دست بیاری با یه معادله که خودت داری حل میکنی و بعد بیای به جای تمامی y ها حرف x رو بنویسی تا بتونی به جواب برسی. باورت میشه این مهمترین قسمت کنکور شما خواهد بود در فصل تابع. سوال حل کنیم ازش. گفته ضابطه تابع معکوس x به علاوه 3x2 به علاوه 3x به علاوه 1. یا خدا من چجوری حل کنم؟ x به علاوه 3 x 2 به علاوه 3 x به علاوه 3 چه جوری باید x شو به دست بیارم؟ معمولا توی توابع درجه 3 مثلا با این سبب که هم x داری هم x 2 داری و هم x داری، زیباتر خواهد بود که یه جوری بتونی اتحاد بسازی و با توجه اتحاد بگی جواب برابر با چی میشه. x به علاوه 3 x 2 به علاوه 3 x اگر بخواد اتحاد بشه به یک احتیاج دارم، یک داشته باشم بازی تمومه. پس به جای 3 می نویسم 1 به علاوه 2. حالا x به علاوه 3 x 2 به علاوه 3 x به علاوه 1 میشه اتحاد مکعب. چی میشه یعنی y من؟ ایگرگ من برابر خواهد بود با x به علاوه 1 به توان 2 به توان 3 عضو میخوام به علاوه 2. این شد شکل ساده شده ای من. به جای 3 نوشتم 1 به علاوه 2، کل اون 4 تا جمله اول من شد x به علاوه 1 به توان 3 به علاوه 2 هم که برام مونده بود. میخوام تابع معکوس حساب کنم، یعنی میخوام بفهمم که x برابر با چی میشه. پس در ابتدای کار y رو بردارم ببرم اون بر، بگم y منهای 2 برابر خواهد بود با x به علاوه 1 به توان 3. قراره که یه جوری x به دست بیاد. توان 3 الان داستان داره درست میکنه، من با توان 3 مشکل دارم، چیکارش کنم؟ از هر دو طرف عبارت جذر بگیرم، جذر ریشه سوم. x به علاوه 1 به توان 3 اگر ازش جذر ریشه سوم بگیرم برام x به علاوه 1 میمونه. اون ور ماجرا میشود رادیکال y منهای 2، فرجه عبارت من هم میشود 3. حالا میخوام مثبت 1 رو بین ببرم، پس مثبت 1 رو بردارم بیارم سمت راست. x من برابر خواهد بود، من چرا y نوشتم اینجا، x برابر خواهد بود با رادیکال y منهای 2 فرجه 3 منهای 1. موفق شدم بفهمم x برابر با چی میشه. حالا برای زیبا سازی فقط کافیه به جای x بنویسم f به توان منفی 1 x و بعد به جای y از حرف x استفاده کنم. پس x منهای 2 فرجه 3 منهای 1 برابر خواهد بود با تابع معکوس مد نظری که طراح از من خواسته بود. سوال بعدی چی گفته؟ اگه f x باشه رادیکال x منهای 1 بگو تا معکوس چی میشه. خب این دیگه خیلی ساده است واسط. به جای f x برای راحتی کارم بیام y بنویسم، بگم y برابر بوده با رادیکال x منهای 1. در نتیجه اول با رادیکال از بین ببرم. برای از بین بردن رادیکال چه کنم؟ دو طرف عبارت رو به توان 2 برسونم تا دیگه رادیکالی وجود نداشته باشه. سمت چپ عبارت اگه به توان 2 برسونم میشود y به توان 2 و سمت راست عبارت میشه x منهای 1. حالا منهای 1 هم بردارم ببرم سمت چپ، پس y به توان 2 به علاوه 1 برابر شد با x. تابع معکوس حساب شد. زیبا سازی کنم، تابع معکوس برابر خواهد بود با x به توان 2 به علاوه 1. تمام. برای محاسبه تابع معکوس فقط و فقط x رو حساب کن و بعد بنویس f به توان منفی 1 x، اون ور ماجرا به جای حرف y حرف x رو جایگزین کن.
بریم سراغ تست. آقا حل کردیم اندازه تشریح، مسلط شدیم، حالا واسمون تست بزن. سراسری سال 90 گفته اگه اف ایکس برابر باشه با ایکس به روی رادیکال یک و علاوه ایکس دو، بفرمایید که اف به توان منفی یک سینوس ایکس برابر با چی میشه. من اول باید بتونم تابع معکوس به دست بیارم. با توجه به اینکه رادیکال وجود داره در مخرج عبارت و باید حتما این رادیکال از بین بره، پس میتونم دو طرف عبارت رو به توان دو برسونم. سمت چپ عبارت fx داشتم یا همون y داشتم که وقتی به توان دو برسه میشه y به توان دو. سمت راست عبارت اگه به توان دو برسونم صورت میشه باید x به توان دو، مخرج رادیکال از بین میره، یک به علاوه x به توان دو. پس توی مرحله اول دو طرف عبارت رو به توان دو رسوندم. حالا باید چیکار کنم؟ توی عبارت کسری یه مخرج یک به ایگرگ دو بدم و برم سراغ بازی طرف این وسطین. پس یه مخرج یک به این طرف این وسطین ایگرگ به توان دو به علاوه ایگرگ دو ایکس دو برابر است با ایکس به توان دو. من میخوام ایکس رو به دست بیارم، پس ایکس ها باید یه طرف باشن. ایگرگ دو ایکس دو رو بیارم این طرف، بگم ایگرگ به توان دو برابر است با، در ضمن همزمان از اگر از ایکس دو هم فاکتور بگیرم میشه باید یک منهای ایگرگ به توان دو. ایگرگ دو ایکس دو رو آوردم سمت راست و بعد از ایکس دو فاکتور گرفتم، یه یک از قبل داشتم، منهای ایگرگ دوی که اومده سمت راستم که ازش فاکتور گرفتم. خب از اینجا ایکس به توان دو برابر خواهد بود با صورت ایگرگ به توان دو، مخرج یک منهای ایگرگ به توان دو. یعنی ایکس من میشه باید رادیکال این عبارت ایگرگ به توان دو به روی یک منهای ایگرگ به توان دو. مشکلی نیست، یعنی تابع معکوس من برابر خواهد بود با، زیبا سازی دارم میکنم، صورت x به توان 2 مخرج 1 منهای x به توان 2. طرح تو رو اینجا ول نکرده، گفته آقا نه من اینو ازت نمیخوام، من تابع معکوس رو برای سینوس x میخوام، یعنی حالا بیا به جای x ها سینوس x رو جایگزین کن و من بگو ببینم جواب برابر با چی میشه. پس f به توان منفی 1 سینوس x قرار محاسبه بشه. سینوس x جایگزین کنم بالا میشود سینوس به توان دو، پایین میشود یک منهای سینوس به توان دو. یک منهای سینوس رو از نظر مثلثاتی برابر بود با کوسینوس به توان دو، پس صورت عبارت هست سینوس به توان دو x و مخرج عبارت هست کوسینوس به توان دو x. ببین بدترین کار دنیا رو انجام میدی اگر وقتی جذر میگیری بگی خب جذر سینوس رو میشود سینوس، جذر کوسینوس رو هم میشود کوسینوس، سینوس به روی کوسینوس هم میشود تانژان. 100% غلطه. شما وقتی از عبارت جذر میگیری حتما باید داخل قدر مطلق بنویسی، حداقل یکی از جملاتت باید داخل قدر مطلق بشه. اگر من اینو بخوام به صورت قدر مطلقی بنویسم، صورت جذرشو بنویسم سینوس، اما مخرجو حتما بفرستم داخل قدر مطلق که جواب برابر بشه با گزینه 4. ببین چقدر طرح زرنگی بود. طرح اومده بود توی یکی از گزینه‌ها برات تانژانتو گوشته بود. بهت گفته بودم توی قسمت توابع قدر مطلق و توابع جزء صحیح که هر وقت از عبارت با فرجه زو جذر میگیری باید بذاری داخل قدر مطلق، وگرنه یه مقداری جواب کشتی و از بین بردی. حالا که من میخوام یه مقداری جواب بذارم داخل قدر مطلق، از اینجا باید به سلیقه طراح برم. من اگه بخوام خودم اینو حلش کنم میگم قدر مطلق سینوس، قدر مطلق کوسینوس. سلیقه طراح چی بوده؟ توی صورت سینوس، توی مخرج قدر مطلق کوسینوس. پس من برای جذر گرفتن توی صورت سینوس نوشتم، توی مخرج قدر مطلق کوسینوس. چرا گزینه شماره 3 نشد؟ به این دلیل که صورت عبارت من سینوس بوده، در که گزینه 3 صورت عبارت کوسینوسه، پس 3 حذفه. در ضمن گزینه اول و دوم بی برو و اگر حذف، من به این دلیل که اصلا تو بازی قدر مطلق شرکت نکردن، در که من میدونم وقتی عبارت من فرجه زوج هست حتما باید یه خبری از قدر مطلق داشته باشم. خیلی سوال خوبی بود. و اما سراسری 92 به اندازه کافی سوال با روش تشریحی حل کردیم. حالا بریم سراغ سوال با روش تستی حل کنیم. ببینیم روش تستی تابع معکوس به ما چی میگه. دوست من وقتی میخواستم تابع معکوس حساب کنم چیکار میکردم؟ میومدم ایکس رو حساب میکردم و بعد به جای تمامی ایگرگ ها ایکس مینوشتم. این یعنی چی؟ یعنی جای ایکس و ایگرگ رو عوض کردم. پس اگه بخوام برات زیبا بنویسم، اگه من یه تابع اصلی داشته باشم به مختصات x و y، در تابع معکوس من مختصات من y و x خواهد بود. همیشه توی تابع اصلی و تابع معکوس جای x و y عوض میشن. این شاید بگم زیباترین نکته ای هست که شما میتونی در قسمت تابع معکوس توی ذهنت نگه داری برای که بتونی تمام سوالا رو حل کنی. عملا سوال
تستیای تابع معکوس با استفاده از این نکته قابل حل خواهد بود. حالا چطوری؟ ببین توی این عبارت میخوام بیام یه ایکس جایگزین کنم. من به توصیه میکنم توی مباحث مربوط به تابع معکوس از ایکس برابر یک استفاده کنی. هر عددی دلت بخواد میتونی جایگزین کنی، هیچ اشکالی نداره، ولی با توجه به تجربه تستی که من داشتم، معمولا تستایی که کنکور طراح کنکور طرح میکنن با ایکس برابر یک و نهایتا ایکس برابر صفر و ایکس برابر دو به جواب میرسی. خیلی هاشون با ایکس برابر یک قابل حل شدنه. پس میام به جای ایکس هم توی تابع اصلی مینویسم یک. اگر به جای ایکس یک بنویسم ایگرک چی میشه؟ یک منهای یک میشه آقا صفر، دو منهای صفر میشه دو. توی تابع اصلی مختصات x من برابر شد با 1 و y هم برابر شد با 2. پس توی تابع معکوس مختصات چطوری میشه؟ توی تابع معکوس x برابر است با 2 و y برابر است با 1. جای x و y عوض شد. حالا توی 4 تا گزینه که دارم به جای x میرم 2 جایگزین میکنم. اون گزینه هایی که 1 نشه y‌شون غلطه، باید بندازم بیرون. به جای x 2 y حتما با چند بشه؟ 1 بشه. گزینه اول اگه بیام به جای x هم 2 بذارم، 2 به توان 2 4، 2 4 تا 8 تا، اینم به علاوه 5 تا، 4 تا 5 تا میشه بعد 9 تا، 8 تا اگه ازش کم کنم میشه 1. پس گزینه 1 شما فعلا خوبی. گزینه 2 با توجه به اینکه این دو تا منها هستن به من منهای 1 تحویل میده وقتی 2 جایگزین کنم، بعد 2 غلط، 2 نمیتونه بشه. خب گزینه 4 هم غلطه، پس جواب یا گزینه اول میشه یا گزینه سوم. ببین تا اینجای کار دانش مربوط به تابع معکوس تمام شد. الان دیگه شما تابع معکوس نباید استفاده کنی. حالا طراح میاد یه کوچولو دانش مربوط به برد تابع شما رو هم میخواد تست کنه. یعنی چی؟ میگه آقا x های کوچکتر و مساوی 2، x های بزرگتر و مساوی 1. تفاوت اینجاست، کدومی که از این دوتا میشه جواب مد نظر من؟ نکته که وجود داره اینه اینجا جایگاه x های تابع معکوس هست، درسته؟ x تابع معکوس چیه تابع اصلی میشه؟ y تابع اصلی، باریکلا، چون جای x و y عوض میشدن. پس x تابع معکوس برابر با y تابع اصلی. y یعنی دامنه یا برد، y یعنی دامنه. احسن بر شما. پس در حقیقت x هایی که اینجا توی صورت سوال برای شما می نویسه برد تابع شما هستن، چون y می شد برد و x هایی که براتون می نویسه می شود برد تابع. من اگه برد تابع به دست بیارم بازی تموم شده. سوالمو نگاه کنم، دو منهای رادیکال x منهای 1، رادیکال x منهای 1 کمترین مقداری که می تونه داشته باشه صفر، قبول؟ کمترین مقدار صفر. هر چقدر که شروع کنم بهش x بیشتر کنم، همینطور که x من داره زیاد میشه، با توجه به اینکه پشت عبارت علامت منفی داشتم، مقدار y هم قراره بره به سمت بالا یا قراره بیاد به سمت پایین؟ اصلا بر شما قراره بیاد به سمت پایین، چون پشت عبارت منفی بوده. پس هیچ وقت مقدار y من به سمت مثبت بی‌نهایت نمیتونه بره، قرار بیاد به سمت منفی بی‌نهایت. در نتیجه گزینه شماره 3 که گفته بزرگتر از 1 اشتباه کرده، جواب صحیح برابر گزینه 3 که گفته بزرگتر و مساوی 1 اشتباه کرده، جواب صحیح میشه گزینه 1. یه بار دیگه با هم یه مرور کنیم. پس اول برای روش تستی تابع معکوس بیا به جای x 1 بذار ببین y برابر با چی میشه. جای این یک و اون ایگری که به دست میاری و برعکس کن و توی گزینه ها جایگزین کن، به جواب مد نظرت میرسی. اگر طراح علاوه بر تابع معکوس یه ایکسی هم کنار عبارت نوشته بود که بیشتر بخواد تو رو اذیت کنه، یعنی عملا میخواد دانش شما رو بسنجه در رابطه با برد تابع. باید چیکار کنی؟ اون ایکسایی که کنار عبارت برای شما مینویسه یعنی برد تابع. پس باید بری برد تابع اصلی تو حساب کنی ببینی برد برابر با چی میشه و با توجه به اون یکی دیگر گزینه ها رو هم حذف کنی. یه سوال دیگه حل کنیم برای که بهتر مسلط شید. گفته ضابطه وارون این تابع چی میشه؟ سراسری سال 96 بوده. بعد گفتم چیکار کن؟ توی تابع اصلی بیا به جای x 1 جایگزین کن. اگه به جای x هم 1 بنویسم y هم چند میشه؟ x برابر 1 رو تو بالایی باید جایگزین کنم یا تو پایینی؟ میگه آقا x بزرگتر از 0 هست، x برابر 1، پس تو بالایی باید جایگزین کنی. اگه بیام اینجا به جای x هم 1 جایگزین کنم y هم میشه 1. پس توی تابع معکوس جای x و y رو باید عوض کنم. خب 1 و 1 جاشون رو عوض کنم، باز هم همون 1 و 1 میشه. حالا توی گزینه ها اگر 1 جایگزین کنم جواب باید برابر با 1 بشه. توی گزینه 1 اگر 1 جایگزین کنم میشه منفی 1، این غلطه.
توی گزینه دو اگه یک جایگزین کنم یک میشه، گزینه سه اگر یک جایگزین کنم یک میشه، گزینه چهار اگر یک جایگزین کنم میشه منهای یک. پس این غلطه. دیدی چقدر راحت با تست کردن یه عدد دو تا گزینه رفت بیرون. حالا چند تست کنم؟ با توجه به اینکه دو تا ضابطه به من گفته مثبت ها و منفی ها و من از ضابطه بالایی که مثبت بوده استفاده کردم، حالا باید بیام سراغ ضابطه پایینی و یه عدد منفی تست کنم. خب عدد منفی آسونی که من میشناسم منفی 1، منفی 2 3 و 4 اینا خوبه ولی سختن. به جای x هم میام منفی 1 جایگزین میکنم. پس دوباره توی تابع اصلی اگر به جای x منفی 1 جایگزین کنم، منفی 1 ضرب در منفی میشود مثبت 1، 1 در منفی پشت عبارت ضرب بشه میشه منفی 1. توی تابع معکوس باید جای این دوتا دوباره عوض بشه. خب عوض بشه فرقی نمیکنه، x همون منفی 1، y هم همون منفی 1. توی این دوتا گزینه که مونده به جای x منفی 1 میذارم، باید به جواب منفی 1 برسم. توی گزینه شماره 2 اگر به جای x هم منفی 1 جایگزین کنم، منفی 1 به توان 2 برابر میشود با مثبت 1، اما من میخوام منهای 1 بشه. پس گزینه شماره 2 خیلی متاسفم شما غلطی و جواب صحیح برابر میشه با گزینه 3. دو تا عدد تست کردیم، تست سراسری سال 96 رو هم گل کردیم. از تابع معکوس اصلا احتیاج نبود قدر مطلق رو باز کنیم، اصلا احتیاج نبود دو تا ضابطه رو به صورت جداگونه حل کنیم، تحلیل کنیم، هیچ کاری احتیاج نبود. فقط و فقط کافیه به جای x عدد جایگزین کنی، اون دو تا عدد رو برعکس کنی و در صورت سوال قرار بدی. سوال بعدی سراسری سال 91 گفته ضابطه وارونه این چی میشه؟ خب به جای x قرار شد بریم سراغ آسون‌ترین x دنیا و یک جایگزین کنیم توی تابع معکوس. پس توی تابع اصلی اگه به جای x یک جایگزین کنم، y هم چی میشه تو صورت سوال؟ اگه به جای x یک بذارم صورت میشود یک و مخرج عبارت میشود دو. حالا میخوام برم سراغ بازی معکوس. توی بازی معکوس x برابر است با یک دوم و y برابر است با یک. پس اگه به جای x هم یک دوم جایگزین کنم، مقدار y هم باید برابر بشه با یک. تست کنیم. توی گزینه اول اگر یک دوم بذارم صورت یه دوم، مخرجم یک منهای یک دوم که میشه یه دوم. یه دوم صورت یه دوم مخرج با هم دیگه ساده بشه میشه یک. خب خیلی خوبه، ما هم میخواستیم که یک بشه. توی گزینه بعدی اگر بیام یک دوم رو جایگزین کنم، صورت میشود یک منهای یک دوم، مخرج عبارت هم یک دوم. خب یک منهای یه دوم دوباره میشود یه دوم، یه دوم بره یه دوم یک. خب اینم خیلی خوبه. گزینه شماره 3 توی صورت یه دوم، توی مخرج میشود یک دوم منهای یک. اوه اوه اینجا دیگه بازی خراب شد. یک دوم منهای یک میشود منهای یک، منهای دوم، یک دوم صورت با منهای دوم مخرج یک ساده بشه به من منهای یک تحویل میده، در حالی که من میخوام یک بشه. پس عملا شما غلطی و شما هم چون شبیه این دوست عزیزمون هستی شما هم غلطی. دقت کن، حالا دوباره اومده دانش برد رو از شما میخواد. گزینه اول گفته قدر مطلق کوچکتر از یک، یعنی بین منفی یک تا یک هست برد تابع شما، ایگرگ شما. گزینه شماره دو گفته قدر مطلق بزرگتر از یک، یعنی بزرگتر از یک و کوچکتر از منهای یک برد تابع شما. دوباره تاکید کنم ایکسی که اینجا برای شما مینویسه ایکس تابع ایکس تابع معکوس هست، که ایکس تابع معکوس میشه ایگرگ تابع اصلی. ایگرگ تابع اصلی یعنی برد تابع اصلی. خب پس برد تابع در گزینه اول گفته بین منفی یک تا یک، اما گزینه دوم گفته بزرگتر از یک و کوچکتر از منفی یک. خیلی ساده اگه من یه نگاه کنم به این، به چه ایگرگی رسیدم الان؟ وقتی یک جایگزین کردم به ایگرگ یک دوم رسیدم، درسته؟ یعنی حتما باید برد من شامل یک دوم بشود. گزینه شماره دو شما گفتی بزرگتر از یک و کوچکتر از منفی یک، شما که دو نداری، شما 100% غلطی. جواب صحیح میشه گزینه یک، بدون اینکه اصلا لازم باشه کاری انجام بدم. چی شد یه بار دیگه؟ من وقتی اومدم به جای x هم یک گذاشتم، y هم شد یه دوم، قبول؟ پس حتما یه دوم جزء برد من هست. گزینه شماره یک گفته x های بین منفی یک تا یک شامل یه دوم میشود، اما گزینه شماره دو وقتی میگه بزرگتر از قدر مطلق بزرگتر از یک، یعنی بزرگتر از یک و کوچکتر از منهای یک، که شامل یک دوم نمیشه. پس گزینه دو غلط، جواب صحیح برابر خواهد بود با گزینه زیبا یک. سوال بعدی گفته وارون این تابع برابر با چی میشه؟ خب دوباره بریم سراغ بازی عددگذاریمون، به جای ایکس همون عدد جایگزین کنیم. توی تابع اصلی
به جای x میخوام عدد جایگزین کنم، چه عددی جایگزین کنیم؟ یک جایگزین کنیم. اگه به جای x بذارم یک، y هم چند میشه؟ یک دارم جایگزین میکنم، اینجا میشود یک، اینجا هم یک به علاوه یک دو، دو ضرب در سه شیش، شیش با یک هفت. پس توی تابع معکوسم باید اینا رو عکس کنم، یعنی x بشود این دفعه هفت و y بشود یک. توی گزینه ها به جای x هفت میذارم، باید به جواب یک حتما برسم. گزینه اول رو تست کنیم. اگه هفت جایگزین کنم، هفت به علاوه یک هشت، هشت ریشه سومش میشه دو، دو به علاوه آقای زیاد شد، دو به علاوه یک میشود سه، سه به توان دو نه، در حالی که من میخوام به چند برسم؟ به یک برسم. پس گزینه شماره یک شما غلطی. گزینه شماره دو دوباره هفت منهای یک میشود شیش، شیش که ریشه سومش رو نمیتونم حساب کنم. پس تو که قطعا غلطی. اینجا چطور؟ دوباره هفت منهای یک میشود شیش، شیش ریشه سوم نمیتونم حساب کنم. تو هم غلطی. اینجا هفت به علاوه یک هشت، هشت ریشه سومش میشود دو، دو منهای یک میشود یک و یک به توان دو میشه یک. من میخواستم چند بشه؟ میخواستم یک بشه. پس جواب شد گزینه سه. دیگه چقدر راحت. فقط اون ایکس معروف تابع معکوس رو جایگزین کن. ایکس معروف تابع معکوس یعنی یک. به جای ایکس یک جایگزین کردم، به هفت رسیدم. حالا گفتم توی تابع معکوس با توجه به اینکه جای ایکس و ایگرک عوض میشود، به جای ایکس هم هفت جایگزین، به جای ایکس هم هفت جایگزین کنم، باید به ایگرک یک برسم. سه تا گزینه اوت شدن، رفتم بیرون، جواب صحیح من شد گزینه سه. خیلی راحت. سوال بعدی چی میگه؟ گفته در تابعی با این ضابطه شما بفرمایید که f منفی 1 4 چی میشه؟ تست سراسری سال 88 هم بوده. دوست من وقتی من به من میگه تابع معکوس توی نقطه توی مثلا توی نقطه 4، نقطه 10، نقطه 100 چی میشه؟ دو تا راهکار دارم. راهکار اول این هست که بیام تابع معکوس رو حساب کنم و بعد توی تابع معکوس به جای x هم 4 جایگزین کنم، ببینم حاصل برابر با چی میشه. خب خیلی وقت گیره. چه دلیلی دارم چین کاری کنم؟ من اینو میدونم که توی تابع اصلی و تابع معکوس جای x و y عوض میشه. پس اگر x تابع معکوس برابر باشه با 4، چیه تابع اصلی برابر با 4 بوده؟ آره که حالا y‌اش برابر با 4 بوده. یعنی من میتونم بیام به جای fx هم 4 بنویسم. پس بگم 4 برابر است با منهای x به علاوه رادیکال منهای 2x. یه بار دیگه، طراح به من x تابع معکوس رو گفته. x تابع معکوس میشه y تابع اصلی، چون جای x و y همیشه عوض میشن. y تابع اصلی یعنی همون fx. پس ما به جای fx هم می‌نویسم 4. 4 برابر است با منهای x به علاوه رادیکال منهای 2x. هنوزم احتیاج نیست حل کنی. اصلا دلیلی نداره تو منهای x رو برداری بیاری سمت چپ، دو طرف رو به توان 2 برسونی، معادله گنگ حل کنی تا ببینی x برابر با چی میشه. چه کاریه؟ داری تست میزنی. طراح خودش گفته جواب کدومه که اینا میشه. فقط کافیه گزینه ها رو در صورت عبارت جایگزین کنی و ببینی جواب قراره برابر با چی بشه. گزینه اول که گفته تعریف نشده، کاری بهش نداریم. گزینه دوم گفته منهای 5، اگر بیام به جای x هم منهای 5 بذارم چی میشه؟ 4 برابر است با منهای 5 به علاوه رادیکال 10. خب رادیکال 10 به علاوه منهای 5 مساوی با 4 میشه؟ نه. پس منهای 5 شما قابل قبول نیستی. بعدی گفته منهای 2، اگه بیام منهای 2 جایگزین کنم چی؟ ببخشید وقتی منهای 5 بذارم اینجا مثبت 5. اگه منهای 2 جایگزین کنم، منهای 2 در منهای پشت عبارت میشود مثبت 2 به علاوه رادیکال منهای 2 ضرب در منهای 2 هم که میشه مثبت 4. جذر 4 میشه 2، 2 به علاوه 2 برابر با 4. چقدر جالب، دو طرف معادله با هم دیگه برابر شدن. پس x قابل قبول برابر خواهد بود با منهای 2. تمام شد. هیچ سوالی اصلا حل نکردیم، فقط و فقط جایگزینی عدد. گفتم طراح x تابع معکوس به من گفته 4، x تابع معکوس یعنی y تابع اصلی. پس به جای y، به جای اون fx زیبا اومدم 4 جایگزین کردم و بعد گفتم حتما جواب با تو گزینه ها باشه، غیر ممکنه تو گزینه ها نباشه. پس میام x ها رو جایگزین میکنم. اولین x هم منفی 5 بود، منفی 5 جایگزین کردم، دو طرف هم دیگه برابر نشدن. x بعدی من بود منفی 2، وقتی منفی 2 جایگزین کردم، دو طرف عبارت با هم دیگه برابر شدن. پس گفتم جواب من برابر خواهد بود با منفی 2، بدون که اصلا احتیاج باشه خودم سوالو حل کنم.
سوال بعدی گفته اگه fx باشه x در قدر مطلقه x، شما بفرمایید که نمودار تابع معکوسش کدومی که اینا میشه. اصلا احتیاجی نیست بری تابع معکوس حساب کنی به هیچ عنوان. طراح فقط میخواد بدونه شما نکته‌ای که در تابع اصلی و تابع معکوس جای x و y عوض میشه رو میدونی یا نمیدونی. تنها هدفش اینه. قبل از اینکه این سوال حل کنم یه کوچولوی خیلی پرانتزی اینجا با هم دیگه نکته رو بررسی کنیم. دوست من توی یه همچین شکلی الان به من بگو توی یه همچین شکلی سرعت رشد x بیشتره یا سرعت رشد y بیشتره؟ میگه آقا y داره با سرعت عجیب و غریبی میره به سمت بالا، پس سرعت رشد y بیشتره، قبوله؟ توی این شکل چطور؟ الان اینجا سرعت رشد x بیشتره یا سرعت رشد y بیشتره؟ میگه آقا x داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه، پس قطعاً سرعت رشد x بیشتره. تا اینجا قبول؟ پس این دو تا نکته رو نگه دار، الان اینو میدونی دیگه، سرعت رشد x چطوری بیشتره و سرعت رشد y با توجه به شکل. حالا بیام سراغ این. من میخوام بفهمم سرعت رشد x الان تو تابع معکوس برام بیشتره یا سرعت رشد y. عدد جایگزین میکنم، میگم توی تابع اصلی x من برابر باشه با مثلا اگر 10، اون وقت y چند میشه؟ 10 ضرب در 10 یعنی 100. پس اگر x برابر باشه با 10 y میشه 100 تو تابع اصلی. تو تابع معکوس جای x و y عوض میشن، پس اگر x باشه 100 اون وقت مقدار y برابر میشه با 10. قبوله؟ پس چی کار کردم؟ برای که بفهمم سرعت رشد کدومشون بیشتر، اومدم یه x بزرگ جایگزین کردم، مثلا 10 تو 5 بذار، 100 بذار، هرچی که دوست داری. اومدم به جای x 10 گذاشتم، y هم شد 100، گفتم جای این دوتا باید برعکس بشه، پس اگر x باشه 100 y برابره با 10. الان سرعت رشد x بیشتره یا y بیشتره؟ میگه آقا وقتی x شما هست 100 y هست 10، خب معلومه که سرعت رشد x بیشتره، پس من اون شکلی رو میخوام که سرعت رشد xش بیشتر باشه. یعنی کدوم گزینه میشه جواب صحیح من؟ گزینه شماره 3. تمام شد به راحتی، فقط با توجه به اینکه بدونم سرعت کدومشون بیشتره. الان یه سوالی داره شک میگیره، میگه چرا گزینه 1 نشد؟ دقت کن، نباید یه همچین سوالی هم من بپرسی. چرا گزینه 1 نشد؟ به این دلیل که توی گزینه 1 شما دارید ایگرگ های منفی رو طی میکنی، یعنی باید ایگرگ شما منفی باشه، در حالی که فدا چم ایگرگ من مثبت بوده، پس معلومه که گزینه 1 نمیتونه باشه. گزینه شماره 2 و گزینه شماره 4 هم که اصلا سرعت رشد ایگرگ بیشتر بوده، اونا قطعا غلطن، از بازی میرن بیرون، درسته؟ چون طراح از من نمودار تابع معکوسش رو میخواست. حالا سوالی که ازت دارم اینه، اگر طراح میگفت نمودار تابع اصلی چی میشه، اون وقت چی میگفتی؟ همون نمودار x قدر مطلق x کدومی که اینا میشد؟ میگفتی آقا سرعت رشد y خیلی بیشتره، وقتی سرعت y خیلی بیشتر باشه پس باید برم سراغ گزینه 4م، با توجه به اینکه y بیشتره در ضمن مثبت ها رو در نظر میگیره. خیلی خب، بریم سراغ این نکته قشنگ. تابع اصلی و معکوس نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم، یعنی همون y برابر x، متقارن هستن. اینی که میگی به چه دردمون میخوره؟ دو تا خاصیت مهم داره. خاصیت اول، اگر بهت گفت تقاطع بین f و f من های یک رو به دست بیاد، فقط کافیه معادله y مساوی x حل کنی. پس چی شد؟ یه بار دیگه، اگر بهت گفت تقاطع f و f من های یک رو به دست بیاد، تابع f و معکوس آن در چند نقطه یکدیگر را قطع میکنند؟ در کدام نقطه یکدیگر را قطع میکنند؟ توی این سبک سوالات فقط کافیه اون معادله رو برابر با x قرار بدی و یک معادله حل کنی، ببینی جواب برابر با چی میشه. این خاصیت اولشه. خاصیت دومش چیه؟ ببین طرح خیلی زرنگ شده جدیداً، به جایی که بیاد بهت بگه تابع معکوس این عبارت رو حساب کن، میگه قرینه این عبارت نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم حساب کن. یکی میشه، فرقی نمیکنه. وقتی تابع اصلی و تابع معکوس نسبت به نیمساز اول و سوم متقارن باشن، پس وقتی من بخوام قرینه یک تابع و نسبت به نیمساز اول یا سوم که همون y برابر با x میشه حساب کنم، در حقیقت میخوام تابع معکوس حساب کنم. پس میاد با یه درایتی خیلی زیرکانه صورت سوال رو عوض میکنه، به جایی که بهت بگه تابع معکوس، با یه ادبیاتی متفاوت شما رو به چالش میکشه. دستل کنی برای که بهتر متوجه بشی، سراسری 97 بچه های رشته تجربی سوال اولشون که عملا چالشی ترین سوال ممکن بوده در سراسری 97، خیلی ها رو
دوچار مشکل کرده و در از اون خیلی هم آسون بوده. چی گفته؟ گفته قرینه خط سیگرگ منهای 2x به علاوه 4 نسبت به ایگرگ مساوی با x میشه خط دی. پس الان خط دی میشه قرینه، گفته قرینه خط سیگرگ منهای 2x برابر 4 یعنی خط دی میشه تابع معکوس من، درسته؟ قرینه نسبت به ایگرگ مساوی با x یعنی تابع معکوس. پس وقتی میگه قرینه 3y منهای 2x مساوی با 4 نسبت به y مساوی با x بوده دی، دی یعنی تابع معکوس. گرفتی چی شد؟ یعنی نیومد بهت بگه اگر مثلا این باشه اون وقت بگی تابع معکوسش. از این ادبیات استفاده نکرد، گفت این ادبیات تکراری شده، بذار سبک کم و جدید کنم، بگم قرینه نسبت به y مساوی x. میتونه امسال بگه قرینه نسبت به نیمساز اول، سال دیگه بگه قرینه نسبت به نیمساز سوم. بذار برای خودش قشنگ ترش کنه، همون تابع معکوسه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا چی میخواد؟ عرض از مبدا خط دی چی میشه؟ یعنی توی تابع معکوس از من عرض از مبدا میخواد. من میتونم برای محاسبه عرض از مبدا باید به جای x صفر جایگزین کنم، ببینم y برابر با چی میشه، درسته؟ یعنی توی تابع اصلی با توجه به اینکه x بوده صفر، توی تابع اصلی چی میشه؟ صفر. ایگرگ میشه صفر. باریکلا. چرا؟ چون میگه آقا اصلی و معکوس کل بازیشون سر این بود که جای ایکس و ایگرگ عوض میشه. پس وقتی که توی تابع معکوس ایکس باشه صفر، توی تابع اصلی ایگرگ میشه صفر. فقط کافیه من به جای ایگرگ هم صفر جایگزین کنم. اگه به جای ایگرگ هم صفر جایگزین کنم، سه ایگرگه که عملا میشه باید صفر، رفت خونه شون. منهای دو ایکس وقتی برابر با چار باشه، اون وقت ایکس برابر خواهد بود با منهای دو. تمام شد. منهای دو سراسری 97. خیلی آسون بود سوال، فقط و فقط اوج خلاقیت طراح بود. به جایی که بیاد بهت بگه تابع معکوس، اومده بود از کلمه قرینه استفاده کرده بود و ایگرگ برابر ایکس. تو باید اینو بفهمی که قرینه نسبت به اول و سوم همون تابع معکوس میشه. عرض از مبدا میخواد، یعنی باید به جای ایکس در تابع معکوس صفر بذارم، ایکس تابع معکوس میشد ایگرگ تابع اصلی. پس در حقیقت توی تابع اصلی به جای ایگرگ هم صفر جایگزین میکنم. وقتی ایکس همو به دست بیارم، ایکس اینجا بشود منهای دو، پس اینجا هم ایگرگ میشود منهای دو. یعنی عرض از مبدا برابر است با منهای دو. حواست باشه که سراسری 97 سوال تابع معکوسش از ریاضی 11 هم تر شده بود. سوال بعدی گفته شکل رو نمودار ایگرگ برابر با ایکس شما و نیم ساز نهایه اول و سوم هم رسم شده، شما بفرمایید دامنه ایکس منهای اف ایکس برابر با چه خواهد بود. من از این شکل رو بسید بزرگتر بنویسم. ببین نسبت به نیم ساز نهایه اول اگر من یه همچین شکلی داشته باشم، پس تابع معکوس من در حقیقت قرار قرینه بشه. به خدا من هیچ وقت توی شکل کشیدن خوب نبودم. فرض کنید که حالا این مثلا قرینه است. حالا اینجا رو شما برای خودتون زیبا در نظر بگیرید. این الان f منفی 1 منه، درسته؟ میخوام دامنه یه تابع رادیکالی حساب کنم. x منهای f منهای 1، حتما باید x از f منهای 1 بیشتر باشه. چرا؟ چون اگه کمتر باشه که زیر رادیکال منفی میشه، اون وقت امکان پذیر نخواهد بود. اگر x شما از 3 کوچیکتر باشه یا x شما از 8 بزرگتر باشه، اون وقت چون تابع معکوس داره میره رو به سمت بالا، f منهای 1 زورش بیشتر میشه. پس حتما اون ایکسی که شما دارین انتخاب میکنید باید توی فاصله 3 باشه تا 8 که زیر رادیکال من منفی نشود. در نتیجه جواب برابر میشه با گزینه 4 تست سراسری سال 94 که یکی از سخت‌ترین سوال‌ها بوده در درس ریاضی. سوال بعدی گفته نمودار تابع f x برابر با x به علاوه 4 و x منهای 2 با دامنه حالا هر چی که مهم نیست، نمودار وارون خودش رو در چه نقطه‌ای قطع میکنه؟ نکته‌ای که بهت گفتم در رابطه با y برابر x اون بازی نیم سازه چی بود؟ گفتم دوتا خاصیت داره. یکی اون کلمه بود، یه خاصیت مهمتر داشت. گفتم هر وقت بهت بگه یه تابعی معکوس خودش رو در چه نقطه‌ای قطع میکنه، باید بیای به جای f x x بنویسی و بعد معادله حل کنی، ببینی مقدار x شما برابر با چه خواهد بود. خب من این کار رو انجام بدم، بگم x به علاوه 4 به روی x منهای 2 برابر است با x، یه مخرج 1 برم سراغ بازی طرفین وسطین، x در x منهای 2 ضرب بشه میشود x به توان 2 منهای 2x
برابر با x به علاوه 4. این دوتا رو هم بردارم بیارم سمت چپ، بگم x به توان 2، x بیاد سمت چپ میشه منهای x، با منهای 2x میشه منهای 3 تا x. در ضمن 4 هم بیاد اینور منهای 4 مساوی با 0. یه نکته گفته بودم به توی قسمت معادله درجه دوم، گفته بودم اگر b برابر شد با a به علاوه c، اون وقت لازم نیست دلتا بازی یا تجزیه بازی، یه x حتما میشود منهای 1، یه x هم حتما میشود منهای 3. خب الان اینجا اتفاق افتاد، 1 منهای 3 و منهای 4، پس یه دونه از x ها حتما قراره برابر با منهای 1 بشه، اون x دیگه هم منهای 3 یعنی 4، پس x های من منهای 1 و 4 شدن به عنوان جواب صحیح در خارج سال 96. ببینید چقدر تست کنکور ها سادن و در ضمن اکثر اینا دارن با استفاده از دانش 11 حل میشن. اصلا اینجوری نیست که تو فکر کنی من باید برم 12 تازه تست بزنم، به هیچ عنوان. شما از الان میتونی یه چیزی حدود 40%، حتی به جرات بگم 50% تست کنکور تو حل کنی، چون با توجه به تغییرات کتاب و با توجه به نظام جدید آموزشی ریاضی 12 الان حرفی برای گفتن نداره، کل داستان در ریاضی 11 قرار گرفته، پس ریاضی 11 با یه کوچولو از ریاضی 10 راحت 50% ریاضی شما رو پوشش خواهد داد. سوال بعدی که به عنوان تمرین در نظر گرفتم، طبق تمامی کلاس هایی که با هم دیگه داشتیم و همیشه یه دونه تمرین تو دلشون بود، این هم تمرین باشه برای این کلاس در خارج سال 88. گفته اگه fx باشه x منهای 3x، x های بزرگتر و مساوی 1، شما بفرمایید که نمودارهای f و منفی 1 با کدام طول متقاطع هستن. فقط کافیه برای اینکه بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم جواب مربوط به گزینه صحیح در قسمت ثبت نظرات بنویسید تا انشالله من بتونم پاسخ بدم. و اما تابع معکوس در زوج مرتب، اگر من یه مقداری زوج مرتب بده و بگه تابع معکوسش رو حساب کن، فقط کافیه جای x و y رو عوض کنم تا به جواب مد نظرم برسم. پس الان f منهای 1 رو اگر بخوام به دست بیارم، باید جای x و y رو عوض کنم، یعنی بگم 4 و 1 این ور ماجرا 7 و 2 9 و 6 ارزم 12 و 5، پس فقط و فقط جای x و y رو باید عوض کنم. برای ژ هم همین کار انجام بدم، ژ منهای 1 من برابر خواهد بود با، خب می شود 3 و 2 جای x و y داره عوض میشه 9 و 4 این ور ماجرا منهای 1 و 7 ارزم 9 و 5. این شد بازی تابع معکوس در زوج مرتب، جای x و y رو عوض کن تا به اون جوابی که میخوای برسی. تسل کنیم، گفته اگه اف ایکس باشه x به علاوه رادیکال x از طرف این زوج مرتب هم موجود باشد، ج اف آ هم برابر بشه با 5، اون وقت شما بفرمایید که عدد آ برابر با چی میشه. این تست سراسری سال 91 بود. ببین اینجا من چه عددی جایگزین کنم که جواب من برابر بشه با 5؟ تابع ج رو نگاه کن، وقتی که جواب شما شده 5، ایگرگ شما شده 5، داخل اون پرانتز چه عددی بوده که حاصل شده 5؟ 6 بوده. پس یعنی اف آ خیلی راحت از اینجا برابر میشه با 6. چی گفتم یه بار دیگه؟ خود طراح گفته ژ یه چیزی، حالا هر چی برای من مهم نیست، برابر با چند بوده؟ برابر بوده با 5. من میگم این داخل چه عددی وجود داشته که جواب من برابر شده با 5. وقتی زوج مرتب رو نگاه میکنم، وقتی ایگرگ برابر با 5 باشه، اون عدده بوده 6، پس اف آ برابر با 6. حالا اف آ یعنی چی؟ یعنی توی تابع اف به جای ایکس ها آ جایگزین کنم. خب این کار انجام بدم، آ به علاوه رادیکال آ برابر بوده با 6. به هیچ عنوان شما نباید این سوالو حل کنی، فقط باید بری سراغ گزینه ها و با توجه به گزینه ها بگی جواب قرار کدومی که اینا بشه. اگر میام یک جای گزین کنم، به جای آ بذارم 1، اون وقت 1 به علاوه 1 مساوی با 6 میشود همچین چیزی؟ نه. پس معلومه که 1 غلط. 2 و 3 که 100% غلطن. چرا آقا 100% غلطن؟ چون 2 و 3 قرار برن زیر رادیکال، رادیکال که جذر 2 و جذر 3 معنی نداره، پس اونا از بازی میرن بیرون، جواب باید بشه 4. تست کنیم برای که مطمئن بشیم، اگر به جای آ 4 بذارم، 4 به علاوه رادیکال 4 برابر 6 آیا میشود؟ بله که میشود، جذر 4 میشه 2، 2 به علاوه 4 میشه 6.
پس حاصل عبارت برابر با 4. تست کی بود؟ سراسری 91. چیکارش کردیم؟ فقط با یه تحلیل تونستم بفهمم که اف آ برابر است با 6 و بعد به جای آها 6 رو جایگزین، به جای آها اومدم گزینه ها رو جایگزین کردم ببینم کدوم گزینه قراره برابر با 6 بشود. سوال بعدی گفته اگه اف این باشه و جی ایکس هم داشته باشیم و در ضمن اف منهای یک جی دو مساوی با فلان باشه، پس من اول باید اف منهای یک رو به دست بیارم. اف منهای یک قرار شد که جای ایکس و ایگرگ رو عوض کنیم، یعنی بنویسم 5 و 2 3 با 6، این ور ماجرا 7 با 3 1 با 4 و 9 با 1، درسته؟ حالا این داخل چند بوده که جواب شده 6؟ من اگر نگاه کنم چون جواب شده 6 پس اون داخل برابر بوده با 3، یعنی ژ دو آ برابر است با 3. خب ژ دو آ یعنی چی؟ یعنی توی تابع ژ به جای ایکس آ دو آ جایگزین کنم، درسته؟ وقتی مثلا به شما میگه ژ 5 یعنی تو تابع به جای ایکس 5 بذار، حالا وقتی میگه ژ دو آ یعنی توی تابع به جای ایکس دو آ جایگزین کن، صورت می شود دو آ، مخرج عبارت هم می شود دو آ منهای یک برابر باس. یه مخرج یک به این بدم برم سراغ بازی طرفین وسطین، دو آ منهای یک ضرب در 6 بشه می شود 6 آ منهای 3 برابر بوده با 2 تا. در نتیجه دو تا رو ببرم چپ منهای 3 رو بیارم راست، 4 تا آ برابر خواهد بود با 3 که آ زیبا چاره ای نداره جز این که برابر بشود با 3 چهارم، یعنی طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول در سراسری سال 96. پس سراسری 91 طراح کلی خلاقیت به خرج داده بود، توی 96 فقط به جای F از F منهای 1 استفاده کرده بود، کافی بود F منهای 1 رو به دست بیاریم و با توجه بهمون بفهمیم جوابمون برابر با چی می شود. پس تابع معکوس شد یکی از مهمترین قسمت ها در کنکور که معمولا بین یک سال تا نهایت دو تا سال هر سال در کنکور تر میشه. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید، امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه. بدون کوچکترین شکی لطف شما خواهد بود اگر نظرتون رو در رابطه با این کلاس در قسمت نظرات بنویسید تا بتونیم در کیفیت کار تأثیر گذار باشه. بی نهایت سپاسگزارم، خداحافظ.